سری نوای هواوی دستگاه میارده این شرکت هم و توی مدل‌های مختلفی هم تولید میشه تا بتونه اکثر نیازهای کاربران رو پوشش بده. سری نووا حالا به 11مین نسخه از خودش رسیده و اولین گوشی هم که ازش وارد بازار ایران شده نووا 11 آیه. این گوشی صفحه نمایش بزرگ، باتری بادوام و چیپست قابل قبولی داره، اما به نظرتون ارزش خرید داره؟ پس بدون معطلی بریم بررسیش کنیم و ببینیم چه جوریه. هواوی نووا 11 آی انقدر خوشگله که تو نگاه اولم بهش جذب میشیم، مخصوصا این رنگ سبزش که از نظر من بهترین رنگشه. خیلی سبکه و به خوبی توی دست قرار میگیره و توی استفاده یعنی طولانی مدت هم اصلا دستتون رو خسته نمیکنه. از اونجایی که با یه گوشی میانرده سر و کار داریم، تمام بدنه این گوشی پلاستیکیه و نکته خاصی هم نداره، جز اینکه هواوی گفته در برابر پاشش آب و نفوذ گرد و غبار مقاومه، یعنی یه جورایی IP53 رو داره. پشت این گوشی طراحی خیلی آشنایی داره و میشه گفت یه چیز یو از نسل‌های قدیمیش برس برده، مثل همین چینش دوربینش. ماژول دوربین ویزی شکلی که توی مدل‌های قدیمی می‌دیدیم، حالا جاشو به طراحی جزیره‌ای داده و دوربین‌ها هم به صورت عمودی زیر هم قرار گرفتن. پشت این گوشی ساختارش ماته و اثر انگشت رو به هیچ عنوان جذب نمی‌کنه. لااقل این رنگش که اینطوریه. جلوی نووا 11 آی رو یه صفحه نمایش کشیده با حاشیه‌های باریک اشغال کرده و دوربین سلفیش هم به صورت پانچول توی بخش بالایی و مرکزی صفحه نمایش قرار گرفته. هواوی خودش یه روکش پلاستیکی واسه این صفحه نمایش گذاشته تا در برابر خط و خش درمون بمونه، ولی خب پیشنهاد میکنم خودتون یه محافظ بهتر و با کیفیت‌تر استفاده کنید. حالا نوبت به فریمش میرسه. فریم پلاستیکی این دستگاه مثل پشتش ماته و صافه، اما یه انحنای ریزی هم داره و ارگونومیشو بهتر کرده. تو بخش بالاییش اسپیکر، درگاه سیم کارت و یه میکروفون نویز کنسلینگ دیده میشه و بخش سمت راستش محل قرارگیری اسکنر اثر انگشت و کلید پاور به همراه راکرهای صداشه و از نظر من جاشون خیلی خوبه و خیلی سخت نیست دسترسی بهشون. لبه پایینیش هم که همون همیشه گیاس دیگه، یه درگاه شارژ و میکروفون و اسپیکر. در مجموع نووا 11 آی با توجه به قیمتش کیفیت ساخت قابل قبولی داره و منم نکته منفی توش نمیبینم. نووا 11 آی یه صفحه نمایش 6.8 اینچی IPS LCD با رزولوشن فول اچ دی داره و نرخ نوسازیش هم 90 هرتزه که میتونه محتوا رو خیلی پویاتر بهتون نمایش بده. شاید فکر کنین چون صفحه نمایشش کشیده و بزرگه محتوا رو اونقدر شارپ و واضح نشون نمیده، ولی سخت در اشتباهی. این گوشی تراکم پیکسلی 385 PPI داره که به نظر من واسه این ابعاد کاملا مناسبه. حاشیه صفحه نمایشش واقعا کمه و حدود 90% از بخش جلویی هم به خودش اختصاص داده که گزینه عالی واسه فیلمبازاست. میزان روشناییش متوسطه، یعنی موقع کار کردن باهاش زیر نور خورشید ممکنه اذیتتون کنه، ولی خب توی محیط‌های بسته مشکلی ایجاد نمی‌کنه. اگه میزان روشنایی متوسطش رو بذاریم کنار، صفحه نمایشش واقعا خوب و با کیفیته. بخش نرم افزارش هم همون همیشگی سرویس های گوگل نیست. الان هم یه سری باز توی کامنت ها میان شروع میکنن که آقا این گوشی اندروید نداره، به درد نمیخوره، گوگل نداره، نمیشه باهاش کار کرد و از این حرفا. نه خواهر من، نه برادر من، سرویس های گوگل هیچ ربطی به استفاده از اندروید نداره. و اگه خیالتونم راحت میشه بهتون بگم که این گوشی سیستمش اندروید 12 و رابطه کاربرش هم EMUI 13 که از نظر نرم افزاری کاملا گوشی جدید و بروزی به حساب میاد. رابطه کاربریش خیلی روون و سبکه و EMUI برخلاف MIUI شیائومی کاملا پایداره و به هیچ عنوان هم باگ نداره. از نظر قابلیت‌های شخصی سازی به نظر من گزینه‌هاش کافیه و میتونین گوشی رو هر طور که دوست دارین تغییرش بدین. اسکر اثر انگشتش دقت و سرعت خیلی خوبی داره، اما از نظر نرم افزاری هنوز یکم جای کار داره، چرا که یه موقعی اثر انگشت خیلی سریع باز میکنه، یه موقعی دستتونم روی اسکنر نگه دارین به هیچ عنوان نمیشناسه. اما از حد نگذریم، تشخیص چهرهش واقعا عالیه و خیلی سریع قفل گوشی رو باز میکنه. هواوی مثل اینکه فرمول گذشتهش رو پیدا کرده، هی گوشی جدید میده بیرون اما اسنپدراگون 680 رو میذاره روش. آخه این چه کاریه؟ تو بیای 3 سال گوشی جدید بدی تو بازار ولی چیپستش تغییر نکنه. حالا منظور منو اشتباه برداشت نکنین، اسنپدراگون 680 تراشه خوب و قابل قبولیه و
و توی استفادهای روزمره و سبک واسه تو مشکل ایجاد نمیکنه. چیپست این گوشی پردازنده گرافیکیش آدرنو 610ه و فقط هم میتونی نووا 11 آی رو توی حافظه 128 گیگابایتی و همراه 8 گیگابایت حافظه رم خریداری کنین و جالبه بهتون بگم که از کارت SD هم پشتیبانی نمیکنه. توی بنچمارک ها عملکردش خوب بود و طبق انتظارا ظاهر شد و چیز فراتبیعی هم ازش ما ندیدیم، اما پایداری CPU و GPUش واقعا عالیه و نکته مثبتش هم اینجاست که به هیچ عنوان داغ نمیکنه. بعد یه ساعت کال آف هم روش بازی کردیم و پشتش تازه یکم گرم شد. صحبت از کال آف شد، نووا 11 آی کال آف رو میتونه با گرافیک وری های و فریم ریت های اجرا کنه، اما وقتی گرافیک روی وری های بذاریم فریم ریتش روی میدیوم محدود میشه. ما با بالاترین تنظیماتی که در دسترس بود یه ساعت باش بازی کردیم و توی این مدت هم به هیچ عنوان با لگ و کندی و فریز شدن مواجه نشدیم. اما یه نکته باید بهتون بگم، از اونجایی که نرخ نمونه برداری صفحهش پایینه نسبت به لمس و تاچ‌هایی که روی صفحه انجام میدین یکم دیر واکنش نشون میده. در کل نووا 11 آی در حتی اندازه خودش خوب عمل میکنه و توی استفاده‌های سبک و روزمره و یکم هم گیمینگ در کنارش دستگاه کاملا مناسبیه. پشت نووا 11 آی دو تا دوربین دیده میشه که یکی 48 مگاپیکسلی واید و اون یکی هم 2 مگاپیکسلی تشخیص عمقه. برای عکاسی‌های سلفی هم به یه حسگر 16 مگاپیکسلی مجهز شده. دوربین اصلیش توی روز عکسای خوب و با کیفیتی میگیره، جزئیات خوبی هم ثبت میکنه، اما وقتی شرایط نوری به هم بریزه کیفیت دوربینش افت میکنه و میتونین حالا برای رفع این مشکل تا حدودی از نایت مود استفاده کنین. از حسگر 2 مگاپیکسلی تشخیص عمقش هم میتونین برای عکسای پورتره استفاده کنین که عملکردش قابل قبول و راضی کننده است و میتونه سوژه رو به خوبی از پس زمینه جدا کنه. دوربین سلفی 16 مگاپیکسلی نووا 11 آی عملکردش راضی کننده و قابل قبوله. رنگاش یکم مرده به نظر میرسه که میشه ازش چشم پوشی کرد. یه حالت واید در دسترسه که میتونیم برای گرفتن عکسای دست جمعی ازش استفاده کنیم. عملکرد دوربینش رو نمیتونیم بگیم خیلی بی‌نقصه، نمیتونیم بگیم خیلی بده و نمیشه ازش استفاده کرد. عملکردش متوسطه و میتونه به اکثر نیازهای کاربران پاسخ بده. حالت فیلمبرداری فول اچ دی هم برای هر دو تا دوربین پشت و جلو در دسترسه که برای ولاگرا گزینه قابل اعتمادیه. هواوی نووا 11 آی رو با یه باتری 5000 میلی آمپر ساعتی و فناوری شارژ 40 واتی روونه بازار کرده. این گوشی توی شارژ نگه داشتن عالیه، یه جوریه که یه موقعی فکر میکنی چون درصد کم نمیکنه گوشی خرابه. این گوشی به راحتی میتونه توی استفاده‌های سبک و روزمره تا 2 روز براتون شارژ نگه داره که بی‌نظیره. شارژ سریع 40 واتی که براش در نظر گرفتن یه قابلیت مخفی توربو شارژ هم داره که با فعال کردن سرعت شارژ رو افزایش میده. ما با همون حالت این گوشی رو شارژ کردیم و دیدیم که واقعا طبق گفته هواوی تو نیم ساعت 60% شارژ میشه. هواوی نووا 11 آی از نظر من یه گوشی استانداردی. حالا یعنی چی؟ یعنی یه جورایی بین نکات منفی و مثبتش بالانس برقراره. نه اونقدر بده که پیشنهاد خرید ندیم، نه اونقدر خوبه که بگیم گوشی بی‌نقصیه. اگه صفحه نمایش بزرگ با حاشیه‌های کم، باتری با دوام و دوربین‌های قابل قبول توی روز می‌خواید، نووا 11 آی رو بخرید. اما اگه چیپست قوی‌تر، دوربین‌های بهتر و صفحه نمایش با کیفیت‌تر می‌خواید، بهترین گزینه‌ای که می‌تونم بهتون پیشنهاد بدم گلکسی A34 که لینک بررسیش هم این بالا براتون می‌ذارم. دمتونم گرم که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه و تا ویدیوی بعدی هم خدا نگهدارتون.